صحنه‌هایی از کابل در سراسر جهان در حال انعکاس یافته است که ایالات متحده به خارج ساختن کارمندان خود ادامه می‌دهد و شورشیان طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند. اداره ریاست جمهوری بایدن از تصمیمش به ترک آن کشور بعد از 20 سال جنگ دفاع کرد ولو که توقع پیشروی سریع طالبان را نداشت. The president made the determination. رئیس جمهور این تصمیم را گرفت که وقت پایان یافتن جنگ برای ایالات متحده است، وقت خارج شدن از جنگ داخلی در افغانستان است و مطمئن ساختن از این که ما به دنبال منافع من در سراسر جهان هستیم و ما به توسعه آن علایق محکم هستیم. این کار است که ما آن را انجام می دهیم. برخی قانونگذاران جمهوری‌خواه تنها منتقد اداره ریاست جمهوری بایدن نیستند. آنها همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را به خاطر تصمیمش به خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه می سال 2021 مقصر می‌دانند. منتقدین همچنین گفتند که مدیریت خروج نیروهای آمریکایی توسط اداره ریاست جمهوری فعلی یک بدنامی برای ایالات متحده در عرصه بین‌المللی است. میچ مکانل رهبر اعضای جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا بیانیه‌ای را روز یکشنبه صادر کرد و در آن گفت دهشت‌افکنان و دشمنان این خجالت ابرقدرت را تماشا می‌کنند. این کار نه تنها برای افغانستان، نه تنها برای ما در افغانستان، نه تنها برای جنگ علیه دهشت افغانی عواقب در پی خواهد داشت، بلکه در سطح جهانی برای نقش آمریکا در جهان خواهد داشت. به گونه‌ای که دشمنان آمریکا می‌دانند که آنها می‌توانند ما را تهدید کنند و متحدین ما حالا می‌پرسند که آیا آنها می‌توانند برای هر چیزی روی ما حساب کنند؟ آقای بلینکن میگوید که بیم از این که طالبان یک بار دیگر قوانین سختگیرانه را علیه زنان و سایرین اعمال کنند در حال شدت گرفتن است. اما او میگوید که کمک به مردم افغانستان بستگی به جامعه بین المللی دارد و در نهایت بستگی به علاقمندی طالبان به دنبال کردن حکومتی که مبتنی بر رعایت حقوق اساسی باشد. اگر طالبان این کار را نکنند و اگر آنان در موقف قدرت هستند و آنان حقوق اساسی را رعایت نکنند، آن وقت فکر میکنم افغانستان کشور مطرود خواهد بود. طبق یک نظرسنجی نهاد شورای شیکاگو در امور جهانی در ماه جولای، از هر 10 آمریکایی 7 نفر از تصمیم بایدن به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کردند. اینکه وضعیت در افغانستان با تصرف سریع پایتخت توسط طالبان، حمایت آمریکا از پلان رئیس جمهور بایدن را تغییر می‌دهد یا نه در آینده معلوم خواهد شد.